به فراخوان کمیته بین المللی علیه اعدام از 9 تا 16 ماه می هفته فعالیت و کمپین علیه اعدام نامگذاری شد. اما هفته فعالیت علیه اعدام در واقع زودتر از 9 می آغاز به کار کرد. از زمانی که سازمان عفو بین الملل فراخوان اعتراض به اعدام دلارا دارابی رو داد، این هفته یا این فعالیت ها شروع شد. در طول هفته علیه اعدام فعالیت ها بسیار متنوع و گسترده بود. مراسم های یاد بود دلارا دارابی و اعتراض به اعدام در 22 کشور جهان برگزار شد. این فراخوانی بود از جانب امنستی، سازمان عفو بین الملل، که هر جا فعالین حزب حضور داشتند و همچنین فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام و کودکان مقدمان در این مراسم ها شرکت کردند و یاد دلارا دارابی رو همراه با اعتراضات علیه اعدام بیان کردند. ملاقات با مقامات دولتی و پارلمان، تماس با مسئولین دادگاه بین المللی جزایی لاهه و ده ها کنفرانس و سمینار سازمان داده شد. یکی از مراسم ها مراسمی است که در استکهلم به دعوت نهاد کودکان مقدمند و کمیته بین المللی علیه اعدام سازمان داده شد. گزارشی رو که ملاحظه می کنید، مراسم و برنامه است در شهر استکهلم. در این برنامه که شامل نمایشگاه عکس از اعدام از کودکانی که قرار بود اعدام بشن یا قرار هست اعدام بشن و کودکانی که اعدام شدند تشکیل می شد، همچنین گفتگو و سخنرانی محمد امیری از جانب کمیته بین المللی علیه اعدام و سخنرانی افسانه وحدت از جانب نهاد کودکان مقدمند بخش های مختلف این جلسه یا این مراسم بود. در قسمتی از صحبت هایی که محمد امیری انجام میده، در ابتدای صحبتش میگه هر یک نمونه اعدام در هر گوشه جهان کافیه که اعتراض همه رو برانگیزه. و افسانه وحدت از مسئله اعدام دلارا دارابی صحبت کرد و اینکه نمیشه فقط بشینیم و غمگین باشیم، بلکه باید کاری کرد. کریم شاه محمدی این نکته رو اشاره کرد که در این جلسه همه کسانی که حضور دارن همه مخالف حکم اعدام هستند، ولی مسئله مهم این هست که ما بر اون هستیم که این وضع رو تغییر بدیم. باید کاری کرد. ربیعه، زن فعالی که معمولا در مراسم های علیه اعدام، حقوق کودکان، مراسم های روز زن شرکت میکنه و با نواختن موزیک این مراسم را همراهی میکنه، در این مراسم شرکت داشت و قطعاتی نواخت. دست جمعی همه کسانی که در جلسه حضور داشتند بر این باور هستند و بر این باور بودند که باید
علیه اعدام کودکان کاری کرد. از دیگر سخنرانانی که در این جلسه حضور داشت و صحبت کرد، سیامک بهاری بود. اون به این اشاره کرد که ما احتیاج به فعالین بسیار زیادی داریم. همه جا باید فعالین علیه اعدام کودکان، علیه اعدام کلن حضور داشته باشند و با فعالیت‌هاشون، با گستردگی فعالیت‌ها این امر رو به نتیجه برسونن که جمهوری اسلامی رو تحت فشاری قرار بدن که دست از اعدام و مشخصاً اعدام کودکان بردارن.